داریوش طلایی در سال 1331 در خانواده علاقمند به موسیقی به دنیا آمد. مادرش فارغ التحصیل دانشسرای عالی و دبیر بود و اهل موسیقی. پدرش که با موسیقی ایرانی و ساز ویولون آشنایی داشت، برای تأسیس بانک ملی به دماوند اعزام شده بود و همانجا بود که داریوش طلایی چشم به جهان گشود. رابطه داریوش طلایی با موسیقی به دوران کودکیش برمیگردد. علاقه خانواده و عشق و کشش خودش به موسیقی راه را برایش هموار کرد و از طریق صفحات گرامافون با موسیقی اصیل ایرانی آشنا شد. بعد از پایان مأموریت پدر، خانواده از دماوند به تهران بازگشتند و داریوش طلایی که در موسیقی علاقه و استعداد خوبی داشت، از کلاس پنجم ابتدایی وارد هنرستان موسیقی شد و ساز تار را به عنوان ساز تخصصیش انتخاب کرد و با علاقه به فراگیری آن پرداخت. این دوران شکوفایی هنرستان موسیقی بود. حسین دهلوی ریاست آن را به عهده داشت و بزرگان موسیقی آن دوره در آن تدریس می کردند. اساتیدی که جایگاه و نقش ویژه‌ای در موسیقی ایرانی داشتند و مهمترین وارثان این موسیقی محسوب می شدند. خاطراتی که دارم از بچگی اینه که من خیلی به مسائل فیزیک و ریاضی و اینا هم علاقمند بودم. یه چیزایی می ساختم که صدا بده، یه سازای خودم اختراع می کردم تا اینکه منجر می شه به آگهی هنرستان ملی برای ثبت نام که مطرح میشه در خانواده و علاقمند میشم برام به هنرستان موسیقی. از کلاس پنجم ابتدایی میرم هنرستان موسیقی ملی. من ساز تخصصیمو تار انتخاب کردم به پیشنهاد آقای دهلوی و پدرم. بهترین استادای موسیقی در هنرستان بودن. علی اکبر خان شهنازی اونجا تار درس میداد، آقای پایور اونجا سنتور درس میداد، رحمت الله بدی ویولون درس میداد، آقای پورتوراب بودن تئوری و هارمونی، آقای منصوری بودن، استادای پیانومون خانم مارتیروسیان و هاکوپیان بودن و استاد ظریف بودن استاد تارمون در اون دوره. بلافاصله بعد از اینکه هنرستان تموم شد وارد دانشگاه شدیم. سال 50 بود، 1350. دانشجوی خوبی هم بودم هنرستان، یعنی مثلا من وقتی فارغ التحصیل شدم یادمه با آقای علیزاده صحبت میکردیم، مثلا رفتیم دانشگاه اینا، فکر میکردیم که دیگه هیچی نداره تار که ما بلد نباشیم، هر چی بوده ما زدیم. ولی ما وارد دانشگاه که شدیم یه فصل جدیدی شروع شد، آشنایی با نورعلی برومند و داریوش صفوت. دکتر مسعودی هم اومده بودن از خارج و اولین کسی بودن که اصلا موضوع اتنوموزیکولوژی رو مطرح کردن، تازگی داشت برای ما. مسیر خاصی رو در زندگی دنبال کردم در ارتباط با موسیقی و مثل خیلی از آدما همش هم انتخاب و آگاهانه نبوده، به قول معروف میگم قسمت بوده. یه چیزایی هست که شما نمیدونی، اصلا همون لحظه‌ای که من مثلا تار رو انتخاب کردم مثلا ویولون انتخاب میکردم یا پیانو انتخاب میکردم، اصلا میرفت مسیر زندگی من یه چیز دیگه ای میشد. به هر حال اینطور سرنوشت رقم خورده بود برای من که من در یه زمانها در یه موقعیتهایی با
ارتباط با موسیقی ایرانی با اساتید خیلی خیلی مهم این موسیقی درس گرفتم و اونها من اون موقع که نمیفهمیدم، الان میفهمم چی شد اصلا منو پذیرفتن که به من این آموزش رو بدن، منتقل کنن و یواش یواش برای شما میشه یه بار سنگینی، یعنی مثل اینکه امانتی بهت دادن. بعدن که یکم عقلت بیشتر میرسه میبینی خود اونا هم مثل اینکه آدم های امانتداری بودن. میراثی رو حفظ کرده بودن، یه چیز مثل اینکه یه چیز ارزشمندی رو مثلا حفظ کرده بودن که از بین نره. خب این همینجوری ادامه پیدا کرد دیگه. همزمان با ورود داریوش طلایی به دانشگاه در سال 1350، تعاملات عمده‌ای در رادیو تلویزیون ایران به ریاست رضا قطبی آغاز شد. یکی از این تعاملات منحل شدن ارکستر گلها و برگزاری امتحان ورودی برای تشکیل ارکستر جدید برای رادیو تلویزیون ایران بود. داریوش طلایی به رغم پیشنهاد تکنوازی در رادیو تلویزیون ایران، با چشم‌پوشی از موقعیت مالی و پوشش مطبوعاتی همراه با آن، ترجیح داد به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که در همان سال شروع به جذب استعدادهای جوان و ویژه کرده بود بپیوندد. علاوه بر این که همزمان همون رادیو تلویزیونی که گفتم رضا قطبی تأسیس کرد، مرکز حفظ و اشاعه هم تأسیس شد و از دانشجوهای دانشگاهشون آقای برومند و صفت یک دستچینی کردند که آدمهایی که با استعداد بودن و در اون مرکز، که اون مرکز هم رسالتش این بود که یک هنرمندان و موسیقیدانان اینو پرورش بده که اینها چی میگن حافظ و نگاه دارنده موسیقی اصیل ایرانی باشن. به خاطر همین هم اسم این مرکز رو گذاشتن مرکز حفظ و اشاعه موسیقی. اولین آزمون سراسری موسیقی به نام آزمون باربد
در ایران در سال 1356 برگزار شد. دبیر آزمون امیر هوشنگ ابتهاج و هیئت داوران آن علی اکبر شهنازی، دکتر مهدی برکشلی، علی تجویدی، دکتر داریوش صفوت و دکتر مهدی فروغ بودند. داریوش طلایی در این آزمون در دو رشته تار و ستار رتبه اول و همچنین مقام بهترین شرکت کننده آزمون را کسب کرد و مورد توجه هیئت داوران و مطبوعات هنری آن زمان قرار گرفت. عشق و شیفتگی داریوش طلایی به موسیقی ایرانی آنچنان بود که در دوران نوجوانی با تمام مهارت و موقعیتی که در نوازندگی تار به دست آورده بود هنوز آن را کافی نمی‌دید و همچنان به حفظ و احیای میراث موسیقی ایرانی و آموزش آن ادامه داد. مثلا 18 سالگی نوازنده خیلی توانمندی بودم، میتونستم همونجا بگم خب من خوبم دیگه، ولی خب از اون موقع تا همین امروز همین جوری تلاش کردم برای بیشتر فهمیدن و بیشتر تاثیرگذار بودن. انتشار صفحه تکنوازی تار و ستار داریوش طلایی به عنوان اولین صفحه موسیقی ایرانی در رادیو فرانسه و همچنین آشنایی و همکاری با موریس بژار، یکی از معتبرترین طراحان رقص جهان، جزو کارنامه هنری پرباری بود که داریوش طلایی با آن در سال 1358 به منظور ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. مهاجرت داریوش طلایی به فرانسه آغاز حضور جدی و چشمگیر موسیقی اصیل ایرانی در سطح جهان محسوب می شد. حضوری که معرف بخشی از فرهنگ و هویت اصیل ایران بود که به خاطر تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در آن زمان با آن کم توجهی می شد. رفتم برای ادامه تحصیل برای فرانسه و یه بورسی گرفتم برای ادامه تحصیل اونجا بودم، ولی خب فقط اونجا تحصیل نکردم. من مثلا رفته بودم اونجا برای ادامه تحصیل و دانشگاه هم اسم نوشتم، بورسم داشتم، ولی به خاطر اون صفحه‌ای که در اومده بود از اون اول با ما مثل یه استاد برخورد کردن و توی بهترین سالن‌ها برای ما کنسرت گذاشتن. در واقع من رفتنم به فرانسه مصادف شد با سه فعالیت موازی، یعنی هم کنسرت میدادم، هم درس میدادم و هم درس میخوندم. و اون زمان هم هیچ خبری نبود در اروپا، هیچ کس نبود، فقط جمشید شمیرانی بود که قبل از انقلاب اونجا بود و من با ایشون دو نفری تمام اروپا رو میرفتیم. و
موسیقی ایرانی رو ما معرفی میکردیم به غربیا و باید گفت که دورانی بود که ایرانم خوشنام نبود، با اون مسائل گروگان ها و اینا خیلی با ایران دلخوشی نداشتن و خوب برخورد نمیکردن، که من همیشه برام جالب بود که انقدر احترام به هنر دارن که با وجود اون جوی که بود ولی ما میتونستیم که موسیقی ایرانی رو اجرا کنیم و کنسرت بدیم و بازم میومدن. ما دو نفر بودیم، بعد محمود تبریزی داده را من به عنوان شاگردم آوردمش به راه کموچه و باش همکاری کردم، بعد یه سری برنامه ها رو هم سه نفری انجام دادیم. در سال 91 و 92 میلادی در سیاتل دانشگاه واشنگتن بودم، خب اونجا با اون پشتوانه ای هم که داشتم خیلی راحت میتونستم بمونم اصلا اونجا و اون زندگی رو انتخاب بکنم، ولی من به جای که این کار رو بکنم اصلا فکر میکردم که من اینجا چی کار دارم میکنم، ایران اونور کره زمینه، 11.5 ساعت اختلاف داشت، در صورتی که اون آپارتمانی که من داشتم یه بهشتی بود، اون جلوش دریاچه بود و کوه مانترینیر روبروش بود و نمیم اصلا یک جای خیلی بی نظیریه از لحاظ طبیعی. و اونجا بود که این ردیف رو با ستار ضبط کردم، اونجا بود که اون کتاب نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی رو نوشتم و این فکر خیلی تو سر من بود تا فکر میکردم که خب این یه بذریه که باید در اون سرزمین کاشته بشه. از فعالیت‌های ارزنده داریوش طلایی میتوان به تربیت نسل آینده و انتشار کتب متعدد آموزشی و تحلیلی در جهت حفظ و اشاعه موسیقی و همچنین ارائه راهکاری برای نوآوری در موسیقی ایرانی بر مبنای شناختی درست، علمی و دقیق اشاره کرد. در کنار موسیقی سازی به موسیقی آوازی هم توجه ویژه‌ای داشته و با آوازخوانان معتبر ایران از جمله خانم پریسا، آقایان رضوی سروستانی، شهرام ناظری، محمد رضا شجریان و رامبد سدیف همکاری داشته. خون ریختن به
صد سال پیشم که هنرستان موسیقی و تدریس موسیقی و آموزش موسیقی در ایران شروع شد تا بعد اومد به دانشگاه و غیره، اصلا آواز اصلا هیچ جایگاهی نداره، اصلا یه درس به عنوان آواز اصلا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وجه آکادمیکی، هیچ وجه متدیکی اصلا برای این روش کار نشده که عرضه بشه. خلاصه وضع بسیار نامناسبی آواز پیدا کرده که اصلا دیگه تقریبا به خصوص با به وجود آمدن امکانات جدید و دوباره ظهور موسیقی پاپ و اینا در ایران اصلا کاملا به حاشیه مونده شده. داریوش کلایی در سال 2019-1398 اولین تقدیرنامه بنیاد آقاخان برای خدمات گسترده فرهنگی ارزشمند در زمینه حفظ و اشاعه و آموزش موسیقی در ایران به داریوش طلایی اهدا شد. هم دغدغه هایی که از کودکی داشتم که موسیقی ایرانی رو چجوری باید فهمیدش، چجوری آموزشش داد، چجوری باهاش سالم زندگی کرد، این خیلی مهمه. موسیقی یه چیزیه در خدمت زندگی، باید زندگی رو بهتر بکنه، باید سالمتر بکنه.